واقعا قسمی که در تصویر میبینین هموطنان عزیز، ماشاءالله ماشاءالله کابل بسیار زیاد بازسازی شده و بسیار جای خوب جور شده. کراچیوانا بود از سیدی آنو میوه ایجا ما نمی خردم به بیجی که بوی از کسافات بود بوی بود بیجا کس نفرت داشت از ایجا از پل بدبختی و پل خوشبختی تبدیل شد نامی مردم ایجا که من میبینه حتی دو به یک نفر آمده بود گریان میکرد میگه بو وقت هم اگه دیدم این وقت واقعا وطنان عزیز هر افغانی که واقعا احساس داشته باشه وطن خود دوست داشته باشه و عشق به وطن داشته باشه گریان میکنه طبعا. وقتی با زیبایی های افغانستان یا کابل سعی میکنه آدم احساس آرامش میکنه چون وطن ماست، ما دوست داریم. واقعا خرسند هستم از اینکه امت اسلامی زحمت کشیدن، بسیار تلاش کردن تا همچین جایی که واقعا در جمهوریت ما میدیدیم که جوان ها چی حال روزی داشتن بر زیر پل سوخته. سلام وطنان عزیز، امیدوارم جور صحتمند سرحال باشه. در هر گوشه دنیا که هستی زندگیتان پر از خوشی و صمیمیت باشه. هموطنان عزیز، شما بیننده برنامه دیدار وطن از آسیا میدیا فنس هستین و ما امروز خواستیم کابل زیبا را به معرفی بگیریم. واقعا قسمی که در تصویر میبینین هموطنان عزیز، ماشاءالله ماشاءالله کابل بسیار زیاد بازسازی شده و بسیار جای خوب جور شده، بلخصوص در این اواخر که رژیم امارات اسلامی است. واقعا اینا خیلی همدردی کردن، خیلی کمک کردن و خیلی بازسازی کردن، باعث افتخار هستند. ماشاءالله ماشاءالله قسمی که مرکز تجارتی دوزده است هموطنان عزیز. هموطنان عزیز، انشالله که با امید یک سال سرتاسری در تمام افغانستان و واقعا امارات اسلامی خدمت بسیار زیاد کردن. یکی از خدمت های مهمشان یا یکی از کارکرد بسیار مهمشان این بود که پل سوخته را جور کردن، جایی که جان هزارا جوان ها در خطر بودن و اونا رو به پوده را به ایرون می آوردن و در جایی که بسیار مهم برشان بود زیر پل برشان پناهگاه بود و می رفتن در اونجا پناه می آوردن و ایروی یا پردر یا هر چیزی که بود در اونجا استفاده می کردن. واقعا امارات اسلامی توانست به ریشکن کنه و امو جنم یا امو دوزق پلا تجبه به یک جنت تبدیل کنه. واقعا باعث افتخار است هموطنان عزیز. ببینیم که هموطن ما چی میگه. که پل سوخته آمدیم یک بعد سه ماه میشه تا که افتتاح شده ای مامی جستم ایجا سابق که بود ایجا تیر میشدیم از ایجا بسیار بوی بعد میداد از ایجا ایجا کراچیوانا بود از سیدی آنو میوه ایجا ما نمی خردم به بیجی چقدر بوی از کسافات بود بوی بود بیجا کس نفرت داشت از ایجا از پل بدبختی به پل خوشبختی تبدیل شد نامی. واقعا از پل بدبختی به پل خوشبختی روزانه صبح نوی صبح میم تا نوی شب هم جاستم اگر پیسی یک نان چیز ما برای یک ببرم خانه اگر نمی جاستم خوب است. مردم هر که میاد جمسی خوشحالی میکشه مردم میجه که میاد میبینه حتی دو به یک نفر آمده بود گریان میکرد میگه بو وقت هم اگه دیدم این وقت. واقعا وطنان عزیز، هر افغانی که واقعا احساس داشته باشه وطن خود دوست داشته باشه و عشق به وطن داشته باشه گریان میکنه طبعا از اون وضعیت که
قبلا بود و به این وضعیت رسید، یعنی فراتر از تصور از آدم فکرشان نمیکرد. پیام ما به مردم همیست که این مردم بگن که اینا از کوه از دشت پایین شدن، میگه وحشی هستن. این وحشی ها آمدن اینجا به ما شما زندگی رو یاد دادن، شهرنشینی رو یاد دادن، که اینجا رفتن به اینجا مردم که رفت آمد میکرد از این متنفر بودن از اینجا. حالا ما میبینم اینجا خانم ها بچه ها واقعا هموطنان عزیزی، هموطن ما بسیار یک پیام نیک دادن که امی وحشی ها یا امی کسایی که از کو آمدن شهرنشینی را برای ما نشان دادن که ما چه رقم زندگی کنیم. واقعا باعث افتخار هستند. ببینید ما در رژیم قبلی یا در رژیم جمهوری امی پل سوخته به یک وضعیت بد، یک وضعیت بحرانی قرار داشت. ما شما شاهد هستیم، از طریق سوشل میدیا یا رسانه ها دیدیم که اکثر هموطن های ما مصاحبه کردند که طفلا را سر پل در پایین می بردن و از اونا پول می خواستن و حوزه با مو دار دسته و با مو قدرتش حوزه مربوطه نمیتونست که او طفل از اونجا بکشه تا زمانی که پیسه بتا پیسه نتن. اما خوشبختانه رژیم امارات اسلامی تانست کوره ریشکن کنه و از او یک جای بسیار زیبا جور کنه که واقعا امروز هم وطنهای عزیز ما در اونجا میرن عکاسی میکنن و از اونجا یک لقمنان حلال پیدا میکنن. واقعا باعث افتخار است وطنان عزیز. دخترها هر کی میای از شخص میگیره یک یادگاری میگیره. اینجا با مردم یک پند شده. پل یک جایی بود که بسیار جای بد بود. اینجا من خودم تا چند وقت پیش آمدم تا زیرای پل، تا چند وقت پیش هم شاروالی می آمد مردای پودریا را می کشید، یک قسم بوی بد بود. حالا ماشاءالله که تابر بالا برش بوی بد نیست، جاین گلاب بوی های خوشایند داره، بیا خوشبوی داره. دیگه از مردم همی خواهش میکنم اینجا رفت آمد مردم از میره اوجا اوجا بند است. باز ببینی ما شما انسان هستم، از قاط از گلا تیر میشه، گلا را مشکنانن گلا میگم با که میگم نکی کار بد است. میگم تو خود انسان هستی، چرا این را با ما شما جور کرده، تو چی کار هستی؟ میگم من هست یک وطن برش میگم که نه این با ما شما جور کرده، اگر نه با چی ضرورت داره با ما شما، یک جای تفریح ها جور شده، شب که به یک مقبول است، چراغان است، خوش آدم میاد. مامی از هموطنان هم خواهش دارم که اینجا که میام گلا رو نشکنانن، به هیچ تخصیص نیستن، مثل که در یک دشت رفتن اینجا گلا رو بعد چقدر متعارف کرده می رئیس همین شفاخانه امیری با اینجا مصرف کرده دکه کرده و ببینی مردم می از اینجا که لذت ببره اینجا بدبختی میکنن، اینجا میگنن مشکنان این گلا رو اگان تاش میبره کت خود دکه نمیره. خواهش میکنم که دکه از سر پنجره خیز میزنن، از قاطع گلا تیر میشن مشکنان گلا، دکه همی کارا نکنن. این با ما شما جور کرده. نه هموطنان عزیز، باید احساس کنیم بالاخره وطن خود ماست. همی هموطن ما بسیار گپ خوب گفت، میگه اکثر افغانای ما، اکثر هموطنای ما از زیر پلت و از زیر زی پنجره تیر میشن، گلا را میده میکنن. ببینین کسایی را که ما شما سرشان حساب نمیکنیم و آمدن واقعا زامت کشیدن، پل پلچک جور کردن. ماشاءالله. ببینین هموطنان عزیز، این شکایت نیست و نه ما در سیاست دست داریم و نه سیاست سر در میاریم. ما در رژیم سابق یا در رژیم جمهوریام شاهدش هستیم و رژیم حال را هم شاهدش هستیم که اینا چه خدمت کردن و اونا چقدر بدبختی و تبایی را با بار آورده بودند. در اون رژیم غیر از این که آرامخوری، غصب کردن زمین، فقط پول در اکاونت جمع کردن، در اکاونت های خود در خارج پر کردن، در غم غریب نبودن، از غریب بیچاره پرسان نمی کردن، وضعیت مردم در وضعیت بحرانی بود. حتی در آخر این رسید که اکثر جوانای ما به خاطر 1000 افغانی یا به خاطر یک موبایل ناچیز کشته شدن و خیلی افغانای ما نمیتونست بعد از نماز دیگر که تاریک میشد از خانه خود بیرون برایه. اما خوشبختانه در این رژیم ما طرفداری نمیکنیم، عاقبتش به خداوند پاک مانیم که یا چی مقصد چی مدا دارن. اما فعلا ما که میبینیم یا خدمت کردن، واقعا خدمت کردن و خدمت میکنن. قسمی که ما در تصویر میبینیم، ببینیم که دیگه هموطن ما چی میگه.
وقت به زیبایی های افغانستان یا کابل سعی میکنه آدم احساس آرامش میکنه، چون وطن ماست، ما دوست داریم. واقعا خرسند هستم از اینکه امت اسلامی زحمت کشیدن، بسیار تلاش کردن تا همچین جایی که واقعا در جمهوریت ما میدیدیم که جوان ها چی حال روزی داشتن و زیر پل سوخته، یعنی یک وضعیت کاملا مختل بود، یک وضعیتی بود که هر کسی میدید شیمان میشد و واقعا خود خوب احساس نمیکرد. جوانایی بودن که ذهنیتشان، فکره و قواره و تیپشان واقعا دوست داشتنی بود، اما میدیدیم که بسیار یک وضعیت خرابی دارن. اما امروز که میبینیم از پل سوخته گرفتن تا جوانایی که بردن ایشان را تداوی میکنن، بسیار خرسند هستیم، واقعا ممنون و مشکور ایشان هستیم. واقعا این بچگک بسیار با احساس گپ زد، گپ بسیار خوب گفت. قبلا میدیدی هزارا جوانی که رو به پودر می آوردن یا رو به ایروین می آوردن، بهترین پناهگاهشان اموجه بود که در زیر پل می رفتن و اموجه پناه می آوردن. خوشبختانه رژیم امارات تانست کوره ریشکن کنه و او را به یک جای مقبول و جای تفریح جور کنه که هموطنهای ما اکثرا دیدن کجا عکس میگیرن و از اینجا روزی حلال پیدا میکنن و دیگه هموطنها من از اینجا لذت میبرن و مثل یک پارک استفاده میکنن. اما متاسفانه در دولت قبلی قبلا ما گفتم به غیر از این که جیبای خود پر کردن، اکاونتهای خود پرسان پر کردن، هیچ وقت از غریب پرسان نکردن که غریب در چی وضعیت است. ببینین ما شما شاهد هستیم، از طریق رسانه ها کل ما میبینیم، سوشل میدیا رو کل ما شما تماشا میکنیم. امروزه روز یا دمی اواخر چقدر کنترل میکنن، نرخ ها رو پرسان میکنن، از نگاه چیز با کیفیت بی کیفیت پرسان میکنن، حتی در اواخر در اوتلا میرن غذا تاریخ تیر شده نباشه یا باسی نباشه. واقعا کار نیک میکنن در رژیم تا در رژیم جمهوری کدام خدمت کردن، کدامشان خدمت کردن؟ بفرمایید شما بگین هموطنان عزیز، به غیر از اینکه غصب زمین جیبای خود پر کردن، زمین مردم را به زور گرفتن، ملک مردم را به زور گرفتن، اما کسایی که زیر دستشان کار میکرد اونا هم فکرشان در دلار بود، فقط فکر روششان در دلار بود، هیچ کسی نبود که در افغانستان خدمت کنه. اگر خدمت میکرد افغانستان به این حالت بد قرار نمیگرفت، به این بحران قرار نمیگرفت. اما خوشبختانه ما نمیفهمیم که عاقبت افغانستان به کجا میره و آیا امارات اسلامی اقدام نیک داره یا اقدام بد داره. اما فعلا ما قسمی که در تصویر میبینیم واقعا خدمت میکنن، اینمی یک خدمت است به مردم افغانستان، خدمت میکنن، پل پرچک جور میکنن، از نرخ نوا پرسان میکنن، کنترل میکنن. در اون رژیم در دو دهه که آمد کرزی رئیس جمهور بود یا اشرف غنی بود چی خدمت کردن؟ شخصا خودم من هیچ نوع خدمت اونا رو ندیدم. ببینید ماشاءالله چقدر مقبول جور کردن وطنهای عزیز که اما وطنهای مومد اینجا عکس میگیرن از این از پل سوخته که واقعا آدم فکرش نمیکرد، تصورش نمیکرد، یعنی فراتر از تصور است و امروز به یک مقبولی به یک جای زیبا جور شده که اما وطنها می به خاطر تفریح و به خاطر عکس گرفتن. هم آب و هوا را آلوده ساخته بودن، هم دیگه نواقص دیگه را هم که داشتن، ولی فضل خدا ساخته هم شده، هم بسیار هم تو نرمال هستن دیگه. از این لحاظ تغییرات بسیار خوش هستیم دیگه، خدا کنه که حداقل هم یک کاروبار هم بجور شده دیگه، انشالله دیگه ما خوشحال هستیم. حقیقتش قبلا که از این ساعت دیر می شدیم دیگه حداقل ماکس اشتبری در پیش خود می داشتیم، ماکس می زدیم یا ای که یک دسمار خود در پیش خود می گریم چون از گوی زیاد بودن و دیگه هم ساعت چون از لحاظ همه خارجی ها که می آمدن و دیگران که می آمدن معتادین در اینجا خواب می کردن، ساعت قسمت ها گسفند ها بودن دیگه، ساعت بسیار آلوده بود، آلوده بسیار تغییرات زیاد آمد، الحمدلله ما بسیار خوش واقعا این هموطن عزیز ما از ناحیه کار گفتن، واقعا کاروبار در افغانستان خیلی هموطنهای ما در حالت بحرانی قرار داره، کار نیست، وضعیت کار بسیار خراب است. انشاءالله که یک سال سرتاسری در افغانستان به مثل که
امی فعلا کار جریان داره، باسازی جریان داره، پل پلچک جور میکنن، از نرخ نوا پرسان میکنن، انشالله که بتانن همه تا فابریکا و کمپانی و یام جور کنن که افغان های عزیز ما مصروف شوند. اگر امروز وطن ما رام باشه، ما چی میکنیم در اروپا؟ ما از کدام شوق ذوق نامدیم؟ اکثرا دوستا زنگ میزنن، اما وطن های عزیز که شما لذت میبرین در اروپا هستین، ما چی لذت میبریم؟ اما وطن عزیز ما بود حدود 4 سال شد خودم ساعت 4:30 صبح میخیزم شخص خودم تا ساعت 3:30 بجه، یعنی 9 ساعت 10 ساعت سر دو پای کار میکنم. ما شخص بودم که در افغانستان یا کار خوب داشتم یا کار خراب داشتم، یا کار خرد بزرگ داشتم، یعنی هیچ وقت نبود که من 8 بجه از خواب بخیزم. اما مجبوریت وقت در ملک مردم میایی مجبورستی به خاطر کار زحمت بکشی، کار کنی، به اسکات بیتی، کرای خانه بیتی، با فامیل روان کنی. اما اکثر افغانای ما که زنگ میزنه خدا یار جانشان شما لذت بردین، نه لذت زندگی، کیفیت زندگی اصل در وطن عزیز است. انشالله ما دعا میکنیم که یک سال سرتاسری به یک آرامش پیدا شوه که همه وطنان ما بتانه دوباره به وطن برگرده و در وطن خود ما کار کنیم. همین خدمت و همین زحمت که ما در اینجا میکشیم چرا در وطن خود نکشیم؟ ما از اینجا چی دیدیم؟ بغیر از این رنج، بغیر از استرس، بغیر از زحمت، ما اینجا خود کدام کیفیت لذتش ندیدیم. من فکر میکنم اکثرا افغانای دیگه مون که در هر کشور اروپایی و آمریکایی است همین مشکل دارن. همین یک متل است میگه درونش ما را کشته بیرونش دگاره. کسایی که در اونجا درمان است و کسایی که در اروپا و امریکا است پشیمان. خود زیاد پرحرفی نمیکنم وطنان عزیز، میبینیم که همکارای ما امروی کی دیگه هم سایه برنامه هم اینجا اولا ای است که ادقل اگر نمیتونم یک گلدان بیارن هدیه کنند برای محیط زیست خودشان که زیبا شود، ادقل اونا را چیز نکنن، خراب نکنن، بزگاری نکنن، پشمارا نشود، باعث های ما سبسبز باشد که ادقل ما هم به جهان نشان بدیم که عاشق سرسبزی و محیط زیست هستیم. واقعا وطنان عزیز نمیفهمم که ما افغانا چه وقت احساس پیدا میکنیم. یک کسی که کسایی را که ما سرش حساب نمیکنیم به عنوان از این که از کوه آمده گپم و وطن ما وحشیستن، اونا تانستن که رقم یک جای برای ما جور کنه، اما ما افغانا نوزم احساس نداریم از قات گلبته تیر شو و از قات پنجره تیر شو تا چه وقت این رقم. بخی یک تیم اکاسی در اونجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. زنوید وردگ دو وردگ ولایت جبوتی دو ولسواله هم نم ازو دا بازو پدن مزیگار کرو واتلو بلی سختا تا دا دیر وقت نو ورغلی بل توی ولو چوام ریدن بلی سختا زک تخه جوڑ شوائی دا او وقت چی مز غلی و دلتم دیدلی و چه دیر متودون و دیر متودون وز کدی اسلامی امارات طالبان هم تل کردی دی چون دیر خیلی رنگ وار کردی دی دیر خیلی بوکی جد کردی و شغلدانی دیر خیلی مجاز جد کردی دی دوید اسلامی امارات نه دیر دیر روزی و دب خوطر چی دنگ وطن تای زکت دیر خزمات کردی تانو دانا دی دور دیر جوی ندی چی مکت تای خزمات هم جد کردی دی بخاطر این چی گو آمدیم که خلی وقتی چی گو نامده بودیم دنی خبرو مو سعی میکدیم که همی بله سخته خیلی خوب جور شده با گفتیم که بریم یک چکر بوده سخته در این نمازدگر هوای و بازای آزاد آمدیم دیگه یک چکر اینجا گذاریم خوب جور کرده بود خیلی خوش کردیم خوب جور کرده بود وقتا متودا بود و یک گول بود به دولت قبلی گول اسلامی مراد خوب جور کرده. واقعا وطنان عزیز احساسشان قابل قدر است و اکثرا هم وطنهای ما در گپای ما ناراحت نشده باشه. نه ما کدام سیاست مدار هستم، نه سیاست سر در میارم. واقعا چیزی که حقیقت است آدم باید حقیقت بگویه. چیزی که حقیقت است میگه، چیزی که عیان است حاجت به بیان نیست. اکثرا افغانهای ما که فعلا در افغانستان هستن ماشاءالله خیلی راحت هستن، اونه میبینین که مصاحبه میکنن و از طریق سوشال میدیا میبینین که باسازی جریان داره، پل پلچک جور میشه، مکاتب جور میشه. درست است که مثلا طالبا اجازه ندادن به دختر خانما و به خانما که به مکتب برن،
یک نقطه ضعفشان بوده. البته نباید این کار میکردن، چون هر انسان به تعلیم یا به درس ضرورت داره، باید درس بخونه، چون آینده افغانستان به دست مو جوانان است، به مو طفلان است، به مو کسایی که درس میخوانند و آینده ساز افغانستان هستند. تنها یگانه نقطه ضعفشان ما که فکر میکنیم امی بوده، اما از نگاه آباتی و از نگاه امنیت و از نگاه کنترل وطن و کوچه و پس کوچه و رستوران و مغازه و دیگه و دیگه، واقعا احساسشان قابل قدر است. ماشاءالله این تصویر شاه و هموطنان عزیز، فکر کنید آدم فکر میکنه که یاد دبی هستم یاد ترکیه هستم. اصلا فکرشام نمیکردیم، تصورشام نمیکردیم که افغانستان و هم پل سوخته، جایی که جان هزاران جوان از دست دادیم، هزاران جوان ما محتاج به هیروئین و پودر شد، امروز به یک بهشت تبدیل شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من محمد نبیل است، از ولایت بدخشان. فعلا خوب کابل زندگی میکنیم. اینجا به خاطر پل سوخته کم خوب شده، دیگه جای چکر و قدر پارکا رفتیم، یکان دفعه چکر اینجا میاییم، اما تو تفریح دیگه خوب شده. از قبل کده که اینجا بسیار خوب است، جای تفریح مردم شده و مکانی که مردم میاد خوش است اینجا. ما نظر داریم که الحمدلله کل جای افغانستان به خیر اما تو جور شده، این امید ما داریم. اعصاب او قدر این طرف ها نمی آمدیم، جون جای معتادا زیاد بودن اینجا، دیگه او قدر مکان خوبم نبود. بعد از اینکه شنیدیم اینجا جور شده، باز اینجا به خاطر چکر تفریح یگان وقت دیگ که می آوردیم خانه، باز میایم اینجا. واقعا وطنان عزیز، هر کسی که وطن دوست داشته باشه، احساس به وطن داشته باشه، شخصا من خودم ای جای دنیا را به وطن خود نمیتم، یعنی او آرامش او زندگی را که در وطن داشتیم هیچ وقت در اروپا و در امریکا نداریم. فکر کنم هم افغانای ما که در اروپا و امریکا هستن همی احساس دارن، چون اینجا زندگی نیست، اینجا فقط همش رنج است، همش استرس است. صبح بده و طرف کار، شام طرف خانه بیا. ما یک حقیقت براتون قصه کنم و وطنان عزیز وقتتان هم نگیرم، یک خاطره بسیار جالب است برام. زمانی که نیومده اروپا آمده بودم، یک ماه دو ماه ما تیر شده بود، همراه دوستا بیرون برآمدیم، وقتی هم سعی میکردیم که زن و مرد تا و بالا میده و هر کس طرف موبایل خود سعی میکنه و طرف ساعت خود سعی میکنه و شد زده و تا و بالا میده. اما از نفر پرسان کردم، گفتم ما برادر چی گپ هست اینجا، خواه کدام واقعیام نمیشه، وضعیت بد هم اینجا نیست، انتحار انفجار هم نیست، این مردم چرا تا وحشی زده است، چرا تا و بالا میده؟ و خب هموطن ما یا دوست ما که چندین سال تیر کرده بود گفت خیر است، باز یک چند وقته یا یک سال دو ساله که تیر کردی باز میفهمی که به خاطر چی میگردن، تا بالا چرا میدون، چرا سن ساعت موبایل خواستایی میکردن. حالی که وقتش رسید فهمیدم که واقعا کلش استرس بوده، هر کس میبینی سن موبایل خواستایی میکنه که ترن چند بجه میره، هر کس میبینی سن ساعت خواستایی میکنه که بوس چه وفق میره، تا بالا سرگردان است. هر کسی را که میبینین در این ملکای اروپایی و امریکایی فقط به خاطر یک لغمانان، به خاطر زندگی کردن. ما شخصا 6 سال یا 7 سال ما در اروپا میشه، ما کدام افغان میلیونر را در اینجا ندیدیم. یعنی در اروپا میلیونر شدن فراتر از تصور است که اینجا آدم شود. فقط کار کو اسکت بته، کار کو مصرف کو، کار کو با فامیل بته. اون یک تعداد که چندین سال است اینجا آمدن، اما تنها عزیز تنها چیزی که تانستن یک خانه خریدن، یک موتر زیر پای دارن و چیز دیگه ندارن. شاید هم اگه داشته باشن بلای حق مالم، اما هیچ وقت به وطن رسیدگی نمیتونه. وطن وطن است و کارهایی که امارات اسلامی کرده و واقعا باعث افتخار است، یا کمک کردن یا هم دردی کردن جور کردن، نباید آدم نادیده بگیره. امیدوار هستم هموطنان عزیز ما میگپای ما را گستاخی فکر نکنن و ما نه طرفداری از حکومت جمهوری میکنم و نه طرفداری از امارات اسلامی. تنها چیزی که هست حق میگم. واقعا ببینین هموطنان عزیز در تصویر میبینین، آیا فکر میکنین که از پل سوخته، از یک جای وحشت، از یک جایی که جان هزارا افغان ما را گرفت،
ات یک جای جوشه احساسش هم میکردیم نمیکردیم. پس ما مجبور استیم، ما حق داریم که بگوییم که ما افتخار میکنیم برای امارات اسلامی که همه قدر زحمت کشیدن و وطن به این حالت رساندن. ماشاءالله ببینین هموطنان عزیز، آدم هیچ فکر نمیکنه که کابل است، فکر میکنه یا ترکیه است یا دبی است. باز هم میگم هموطنان عزیز، انشاءالله که با امید یک سال سرتاسری در افغانستان که هم هموطنان عزیز ما بتانه در ملک خود کار کنه، در وطن خود کار کنه. واقعا از ملکای اروپا امریکا هیچ چیز جور نمیشه. زیاد پرعرفی نمیکنم تا برنامه بعد که من زکی مومنزای و همکاران بسیار خوب در برنامه ظاهر میشیم. همه شما خوبان را بالای پاک میسپاریم. شاد و موفق باشین. ایام به کامتان. خدا نگهدار.